بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح ناله الفدا. و قال علیه السلام و بصره فجایع الدنیا و حذره سولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام و اعرض علیه اخبار الماضین و ذکره بما اصاب من کان قبلک من الاولین و سر فی دیارهم و آثارهم فانظر فی ما فعلوا و امن تغلوا و این حلوا و نزلوا فانک تجدهم قد انتقلوا عن الاحبه و حلوا دیار القربه و کأنک عن قلیل قد صرت کأحدهم. در واقع بحث امروز ما ادامه بخش چهارم از بخش‌های سیگانه این نامه مبارک است که امیر مؤمنان طبق روایت مشهور فرزند دلبندش امام حسن مجتبی نوشته است. در واقع در اینجا 6 دستور حضرت به فرزندش می‌دهد که می‌شود در 3 خلاصه‌اش کرد و به یه معنا هم همه به یک محور باز می گردد. معنی می کنم، فرمود قلبت را نسبت به جنایات دنیا بینا کن و از حملات حوادث جهان برحذر دار و از زشتی‌های دگرگونی‌های شب‌ها و روزها با خبر ساز و اخبار پیشینیان رو بر قلبت، جانت، روحت عرضه بدار و نسبت با آنچه بر سر پیشینیان آمد به خودت تذکر ده، یادآوری کن. علاوه بر این در آثاری که از اونها باقی مونده و خانه های اونها، کاخ های اونها، آنچه از اونها باقی مونده است سیر کن، گردش کن، سرانجام ببین آنها چه کردن و به کجا رفتن و کجا وارد شدن و خواهی دانست که اونها از دوستان دور شدن و به وادی قربت قدم نهادن و گویی در آینده نزدیک هم تو یکی از اونها خواهی بود و با آنها ملحق خواهی شد. اینجا 6 فرمانه ولی بر 3 دور میزنه و تمامش هم در یه اصل خلاصه میشه و اون یه اصل این است که دنیا بیوفا و ناپای داره، منتها برای پی بردن به این ناپایداری ها و بی‌وفایی‌ها و بی‌اعتباری‌ها
از سه محور وارد مطالعه بشو. محور اول آن است که در زندگانیت میبینی، با چشم خود تماشا میکنی، عزیزان دیروز که امروز ذلیل شدن، ثروتمندانی که فقیر شدن، جوانان سالم و نیرومندی که ضعیف، عزیزانی که از میان ما رخت بربستند و رفتند، صحنه هایی که با چشم خود، مخصوصا در این دوران انقلاب صحنه های عجیبی بود، افرادی که بر سر کارها بودن، خودشون چی پیشینی هایی کردن، ثروت هایی داخل و خارج اندوخته بودن، کاخ های عجیبی ساخته بودن، وسائل زینتی این کاخ ها، دکور های این کاخ ها، لباس های رنگارنگی که تهیه کرده بودن، الان تبدیل به موزه ها و تماشاگاه ها برای خودت تو این دنیا دیدی. از مظاهر بی اعتباری دنیا یه بخش. بخش دوم، آنچه در صفحه از گذشتگان باقی مونده ما نبودیم ببینیم، اما تاریخ زندگانی اونها رو نوشته است. فرائنه، قیاسره، قیصرها، فرعونها، کیاسره، کسراها، تبابعه، تبعها، پادشاهان یمن، پادشاهان مصر و فرعون میگفتن. فرعون نام شخص معینی نیست، هر پادشاهی رو فرعون میگفتن، همان گونه که پادشاهان ایران و کسرا میگفتن، فقط لقب انوشگروان نیست، پادشاهان روم و قیصر میگفتن، پادشاهان یمن و تبع میگفتن. چهار مرکز مهم بود که پادشاهان در اونجا بودن. الان تاریخ اونها برای ما هست، صفحات این تاریخ رو ورق میزنیم، چه جنگ ها، چه خونریزی ها، چه قتل عام ها، برای چی، برای کجا، همچین پادشاهان چین، آنها را فغفور می گفتن، فغفورها، پادشاهان چین. تاریخ اینها هست، بردارید و مطالعه کنید ببینید برای چی این همه جنایت می کردن. چرا؟ تازگی کتابی می خوندم، داستانی درباره یکی از لشکرکشی های اسکندر به چین ظاهرن دران بود، خلاصش تقریبا چنین بود. اسکندر با یه لشکر زیاد به سوی چین حرکت میکنه، فغفور پادشاه چین با خبر میشه و نیرومنده، اما از عهده اسکندر در میاد، ولی به جنگ برنه. محاصره کرده بودن پای تخت رو، بلند شد با لباس یه سرباز معمولی، یه آدم معمولی، و حرکت کرد و گفت من با اسکندر سخنی دارم. رفت وارد خیمه اسکندر شد، صدا زد اسکندر، فغفور چین منم، چی میخوای این همه لشکر کشی کردی؟ خون مردم برای چی میخوای بریزی؟ گفت من خراج 3 سال میخواهم. مانعی نداره، ما به شما خراج 3 سال میدیم، درآمد 3 سال این سرزمین رو میدیم به شما، کافیه؟ اسکندر مقدار لکت رو ادارش کنی با دادن این خراج؟ گفت نه، گفت تخفیف میدیم، خراج 2 سال بده. گفت بازم مملکت اداره نمیشه، خراج 1 سال قانع شد، خراج 6 ماه، خراج 6 ماه چینم
خیلی وسعت داشت و دامنه داشت. گفت بسیار خوب، حالا که بناشو جنگی نشود، لاجی بدیم مردم خونشون ریخته نشود، من میل دارم شما یه دعوت میهمانی منو اجابت کنی، بیای با هم سر یه سفره غذایی بخوریم. گفت مانعی نداره. فغفور برگشت. اسکندر تعجب کرد که این چه شجاعتی از خودش نشان داده، آمده وسط لشکر دشمن تک و تنها تو خیمه اسکندر، و لذا علاقه بهش پیدا کرد بره میهمانیش. آمد و با لشکریانش وارد شهر شد. پادشاه چین هم دستور داده بود در اطراف لشکرهاش بیستن. وقتی اسکندر نگاه کرد، دید لشکر او بیش از لشکر اسکندر است. گفت نکند یه حیله ای باشه که ما رو آورده در این وسط محاصره کنه. اسکندر وارد قصر فغفور شد و گفت تو حیله کردی و ناجوان مردی کردی ما رو محاصره کنی. گفت ابدا، فقط میخواستیم یه نهار با هم بخوریم و دیگه هیچ. اسکندر نفس آسودهی کشید و بعد گفت بسیار خوب، بفرمایید سر سفره. پادشاه چین دستور داده بود به جای میوه ها غذاها رو همش پر از جواهرات کنن، جواهراتی به شکل میوه، جواهراتی به شکل نان، جواهراتی به شکل غذاهای دیگر. از خورد و خوراکی خبر نبود، همش جواهرات. اسکندر نشست سر سفره، یه نگاه کرد، گفت اینا که خوردنی نیست. پادشاه چین گفت من خیال میکردم شما غذاتون از این هاست، مگر شما غذاتون چیه؟ گفت از همون نانهای معمولیه. گفت مرد حسابی، برای یه لقمه نان غذای معمولی از اون ور بلند شدی اومدی اینجا، این همه لشکرکشی کردی، آدم بکشی، خون بریزی، خب یه لقمه نان که اونجا هم پیدا میشد. اسکندر یه تکانی خورد، گفت آفرین بر تو، پند و اندرزی به من دادی که این سفر اگر فقط به خاطر این آمده بودم میارزید. ما بدونیم برای چی خون مردم رو میریزی، برای چی؟ ورق بزن صفحات تاریخ رو مطالعه کن، ببین برای چی این همه جنایت میکردن، رفتن چی با خودشون بردن و چی گذاشتن. نگاه کن حوادث روزانه و حوادث عمر خودته که ببین در زمان خودت چه فراز و نشیبه ها، چه حافظت و رافعه، چه دگرگونی ها. فحش تقلب اللیالی و الایام. فحش به معنی زشتیه، کار زشت آشکار میگن فحش. فحش تقلب اللیالی و الایام که در این حدیث شریف یعنی این دگرگونی های روزگار زشتکاری های عجیبی داره، اینا رو با چشم ببین. یا حادثه سید میاد، از یه خانواده همه میرن، یه کودک قنداقی میمانه. یه زلزله میاد، جوانها همه میمیرن، پدر و مادر پیر میمانه. حوادث دیگه، یکی از فلسفه های این بلاهای مختلف همان پند و عبرت هاییست که نصیب مردم دنیا می شود، اما کو گوش شنوا و چشم بینا و قلب دانا، ببیند بشنود بیندیشد. این محور اول. محور دوم صفحات تاریخ هاست، مطالعه کن و ببین اونها کجا رفتن. تعبیر این بود در محور اول، می‌فرماید بسره فجایع الدنیا و حذره سهولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام. فجایع دنیا، حملات دهر و زشت‌های
زشتکاری‌های دگرگونی‌های شب‌ها و روزها و حوادثی که در عمر خودت می‌بینی، این در محور اول. در محور دوم اعرض علیه اخبار الماضی، خبرهای گذشتگان رو بر خودت، بر دل و جان و قلبت عرضه بدار و ذکره و یادش بیار. چرا؟ ما اصحاب من کان قبل که من الاولی. بگو فرعون چه شد؟ بگو قیصرها کجا رفتن؟ کسراها و تبعها و فغفورها به چه سرنوشت هایی گرفتار شدن؟ و اما محور سوم، بلند شو راه بیفت، سر فی دیارهم و آثارهم. تاریخ کلماتی است بر صفحه کاغذها، خوبه، اما محسوس نیست، خبره. برو محسوسات رو ببین، سری بزن به کاخ کسرا، سری بزن به تخت جمشید، سری بزن به ویر در یمن و اون تمدن عظیمی که پیدا شد و یک شب تمامش بر باد رفت. چی شد؟ صد شکست، آبها جمع شدن، صدی که باعث عمران آبادی یه مملکت شده بود، اونقدر یه وقت داستانش رو عرض کردم، آباد شده بود، مردم از شهر به شهر دیگری که میرن، سایه رختان بود، آفتاب نمی دیدن، غذایی با خودشون در سفر نمی بردن، اونقدر میوه گوشه و کنار افتاده بود که حساب نداشت. اگر یه سبد کسی رو سرش میذاشت از همین زیر درخت ها میرم، قدر میوه درش رسیده میفتد که نیازی به چیدن میوه هم نداشت. اما یه شب همش نابود شد، صد شکست، سیلاب تمام باغها و زمینهای زراعتی رو ویران کرد، خانه‌ها و قصرهای ثروتمندان بودن لب نهرها ساخته میشه و طعمه اول سیل اونهاست. همه اینها در هم کوبیده شد، جمعیت متفرق شدند و هجرت کردند و از یه مملکت آباد جز ویرانه ای باقی نماند. چی باعث شکستن صد شد؟ در تواریخ نوشتن صد صد خاکی بود، مثل صد خاکی هایی که امروز هم درست می کنن. موش های صحرایی تو صد خاکی نفوذ کردن، در این صد شد. آب از سوراخی که صد خاکی باشه رد بشه، یواش یواش می شوید و با خودش می برد و هی دهنه سوراخ وسیع تر می شه. تا مقاومت کم میشه، زور سیلاب کل صد رو میشکنه. ما نمیدانستیم یه مملکت رو ممکنه چهار تا موش صحرایی برباد بدن. بله میشود. برو باقی مونده صد معرب در یمن ببین و اون بیابان خاموش با تو سخن میگوید و حرف میزند. در و دیوار کاخهای شاه ها. حالا امروز یه وسیله ما پیدا کردیم که در زمان مولا علی علیه السلام نبود که به فرماد بر سری به اونجا بزن. آن وسیله موزه هاست. موزه ها رو مردم برای تماشا میرن. اما اگر عینک عبرت بین بر چشم بزنی و موزه ها رو تماشا کنی، میفهمی چه خبره. شمشیر جواهر نشان مخصوص شاه عباس، زره جواهر نشان مخصوص نادرشاه، وسائل حرم سرای فلان ثروتمند، همه رو گذاشتن و رفتن. هرچیش نابود شد شد،
هرچی نشد آوردن تو موزه ها، امروز جلو چشم من و شما گذاشتن تماشا میکنی. اینا دارن با آدم حرف میزنن، سخن میگن، بی زبانن اما هزار زبان دارن. قالیچه های اونها مونده، زر و زیورهاشون مونده، سلاحاشون مونده، کاخهاشون تبدیل به خود موزه شده، همه اینها. مولا در این محور سوم میفرماید و سیر فی دیارهم و آثارهم، حرکت کن، سیر کن، راه بیفت، برو تو خانه های اونها و آثارشون ببین، کاخهاشون ببین. فنظر بنگر فی ما فعلو، چکار کردن؟ برای چهار روز عمر دنیا چهار کردن؟ و منتقلو، از چه چیزها منتقل شدند و رفتن؟ و این حلو و نزلو، حله و نزله یه معنی داره، تأکیده. این حلو کجا وارد شدن؟ و نزلو، نازل شدن، پیاده شدن، قبرها. وقتی حساب میکنی میبینی خودت هم مثل اونهایی. فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ انْتَقَلُوا عَنِ الْحَبَّةِ، از میان دوستان رفتن. و حلو دیار القربه، وارد سرزمین قریبان شدن. و کأنک عن قلیل قد صرت کأحدهم، در آینده نزدیکی هم تو هم مثل اونها خواهی شد. آینده هم میان تاریخ تو رو مطالعه میکنن، آثار باقی مونده از تو رو مطالعه میکنن. قرآن مجید هم در این وادی قدم گذاشته. در واقع مولا علی علیه السلام از قرآن الهام گرفته. قرآن مخصوصا این سه محور رو یادآور میشه، حوادثی که در زندگی خود ما واقع میشه، آنچه بر صفحات تاریخ نوشته، آثاری که از قدیمی ها و پیشینیان باز مونده. یه بررسی رو قرآن بکنیم، جالبه. قرآن مجید دو دسته آیه داره، آیاتی که سخن از قصص یعنی داستانهای پیشینیان میگوید. قصص جمع قصه است، اصلا قصه یعنی چیزی که ردیف پشت سر هم میاد، هر چیزی پشت سر هم باشه این قصه است، قصص. عرب ها به قیچی میگن مقص، که گایم قاف شگاف میگن مگس، قیچی، چون موها رو ردیف هم میچیه. اون ردیف بودن معنی قصه است. منم حوادث پیشینیان و پشت سر هم وقتی نقل بکنم پی در پی، اسم این رو قصه میذارن، جمعش میشه قصص. قرآن مجید رو این قصص سرگذشت پیشینیان تکیه کرده. سه آیه رو میخونم. آیه 111 سوره یوسف، بعد از آنی که اون داستان پرماجرای عجیب یوسف رو بیان میکند، میگه لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، در این داستانهای پیشینیان درس عبرت بود. اما برای کی؟ برای همه؟ نه، لأولی الالباب، خردمندان، صاحبان مغز، نه برای افراد بی مغز، بی دانش، اونهایی که اولو الالباب هم از این تواریخ عبرت میگیرن. آیه دوم 176 اعراف، 176 اعراف می فرماید
فقصص القصص لعلهم یتفکرو. داستانها رو پشت سر هم بگو، حوادث پیشینیان رو نقل کن. چرا؟ لعلهم یتفکرون، شاید اینا اندیشه هاشونو به کار بیندازن، بدانن این 4 روز عمر دنیا ارزش این همه جنایت و دروغ و غیبت و تهمت و ربا و ظلم و ستم نداره. والله بعضی کارها بعضیا میکنن که اگر دنیا جاویدان بود ارزش نداشت. تا چه رسد که جاودان نیست؟ 4 روزه. برای این 4 روز اگر ابدی هم بود ارزش نداشت اینقدر انسان ذلت نشان بده، شرف و آبرو و حیثیتش رو بفروشد برای اینکه یه مش ثروتی به دست بیاره، اگرچه عمر دنیا هم جاودان باشه. حالا که جاودان هم نیست، لعلهم یتفکرون. آیه سوم، آیه 3 سوره یوسفه، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. ای پیغمبر، بهترین سرگذشت ها را میخواهیم برای تو تعریف کنیم. قرآن خیلی داستان داره، داستان های صحیح، نه رمان ها و افسانه های خیالی، واقعیت ها. ولی احسن القصص رو نام سوره یوسف گذاشته، بهترین داستان ها. چرا؟ خیلی زیباست، شیرینه؟ نه، شاید ده ها درس عبرت در همین یه داستانه. تنها مسئله عفت نیست که سرنوشت زلیخای بی عفت و یوسف پاک دامن به کجا رسید که اون زن بر خاک ذلت نشست و یوسف بر اوج عزت. این یه دونشه. ده ها درس از این احسن القصص میشه یاد گرفت. خیال نکن قرآن به نیت سرگرمی برای مردم داره تاریخ پیشینیان رو میگه. بیان تاریخ پیشینیان لعلهم یتفکرونه، برای این است که اندیشه ها به کار بیفتد، مردم زندگی خودشون رو ببینند در آینه تاریخ. تاریخ آینه است، خودتو میتوانی تو اون آینه تماشا کنی. باز در زیل بحث ها هم علی علیه السلام سرمایه گذاری های بیشتری رو مسئله تاریخ میکنه که انشاءالله بهش رسیدیم، تأکید خواهم کرد. خب این یه بخش از آیات قرآنی که درباره تاریخ، اما یه بخش هم درباره سیر در عرض، گردش روی زمین، گردشی که انسان بیدار کنه. نه جهانگردی مثل جهانگردی دنیای امروز و بلحوثان غربی، بلند میشن یه مش پول برمیدن راه میافتن برن این ور اون ور، هر کجا هر حوثرانی میتونن، تازه چون اینا حوثرانی هاشون بس که زیاده خسته میشن از اون یه نواختی. نه، سیر در عرض برای دیدن و عبرت گرفتن. 14 آیه در قرآن است، خوب دقت کنید. 7 آیش افلم یسیرو و اولم یسیروه. آیا اینها سیر در عرض نکرده؟ به صورت استفهامی. افلم یسیرو فی العرض، اولم یسیرو فی الارض. 7 امر سیرو فی الارض، فسیرو فی الارض. 14 میشه. 7 افلم یسیرو فی الارض، از جمله این آیه که میخوانم، اولم یسیرو فی الارض
فینظر کیف کان عاقبت الذین من قبله. آیا اینها سیر در زمین نکردند ببینن عاقبت کسانی که پیش از اینها بود چه شد؟ شهرهای ویران شده قوم لوط رو ببینن، برون این اهرام مصر، این ساختمان‌های تماشایی، بعضیاش 10-15 سال زحمت کشیدن بسازندش، صدها هزار کارگر کار کرد اون ساختمان عظیم رو بسازن. و داستان اهرام مصر واقعا داستان خواندنیه. برای چی؟ برای یه قبر برای فرعون، یه دونه قبر، یه قبر 16 سال برای ساختنی صدها هزار تا کارگر کار کنی. بشر دیگه هوس بازه. همین اولم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة. اونا از شما نیروشون بیشتر بود. دلیلش این است در اون زمانی اونها زندگی میکردن که وسایل ماشینی امروز نبود، اما میلیونها قطعه سنگ بزرگ از کوههایی که 1000 کیلومتر با قاهره فاصله داره از اونا برداشتن آوردن قاهره و ساختن این اهرامو. خیلی قوی بودن. اونا از شما قوی تر بودن. چی میگید دیگه؟ حرف حساب شما چیست؟ این آیه 9 سوره روم بود. در جای دیگر وقتی میگه آیا اونها سیر در زمین نکردن، نتیجهش بیان میکنه، میفرماید فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. آیه تقریبا چنینه، آیا اینها سیر در زمین نکردن که قلبشون بیدار بشه، گوششون شنوا بشه، چشمشون بینا بشه. معلوم میشه جهانگردی چشم و گوش انسانو روشن میکنه، عقل انسانو بیدار میکنه. بله، اما یه دونه شرط دارد و آن این است با این عینک نگاه بکنی، با این عینک نگاه بکنی. بیا و تماشا کن ببین چه آثاری است. و اما 7 آیه هم از سیر و فل عرض میگه، امر میکنه. یه دونش مربوط به داستان قوم سباس که این بحث درش نیست. سیر و فیها لیالی و ایامن آمنین، تقریبا آیه چینی نست، مال قوم سباست، کاری به ما داره. 6 تا از این 7 مربوط به همین درس عبرته. فسیر و فلعز، ببینید عاقبت پیشینیان چه شد، ببینید سرنوشت اونها به کجا رسید، ببینید فرائنه پادشاهان بزرگ تاریخ، سرداران نیرومند، ناپلئونهای شکست ناپذیر، اسکندرهای مقدونی و امثال اونها، کوروشها کجا رفتن، چه شدن. این سه محور اگر ما در زندگی داشته باشیم آدمهای بیداری خواهیم بود. هر وقت میاد غرور دنیا سرارمون، هوا و هوسهای زندگی میاد دنبالمون، بریم یه نگاه کنیم به صفحات تاریخ، بریم سری بزنیم به این موزه ها، سری بزنیم به این آثاری که از گذشتگان باقی مونده، یه بررسی آثار اونها بکنیم، اون وقت ببینیم چه خبره، ببینیم چه اوضاعیه. در زندگی خودمونم آنچه دیدیم ملاحظه کنیم. این کودک و نوجوان و جوان دیروز امروز ببین چه خبره، پیر شده، ناتوان شده، اصلا دنیا در نظرش یه طور دیگری شده.